یکی از القاب مسیح در پیشگویی های کتاب مقدس بازوی خداوند هست. معجزات عیسی نشان داد که او بازوی خدا بر روی زمین هست. مریضان و کسانی که در حال مرگ بودند فقط با لمس دستان و کلام او فوراً شفایاب می شدند. مردم دسته دسته آمده لنگان و کوران و افراد زمینگیر و لال و سایر بیماران را نزد او آوردند و او همهشان را شفا بخشید. گفته های انبیا در حال تحقق یافتن بود. کوران بینا می شدند، لنگ ها را می روند، جزامی ها شفا می یابند، کران شنوا می شدند، مرده ها زنده می شدند و فقرا پیام نجات بخش خدا را می شنوند. هیچ مریضی نبود که عیسی نتواند شفا ببخشد. روز یک جزامی آمده نزد عیسی زانو زد و التماس کنان گفت: اگر بخواهید می توانید مرا شفا دهید. بعدن عیسی دلش برای او سوخت، دست خود را بر او گذاشت و فرمود: البته که می خواهم، شفا بیاب. بلا فاصله جزام او برطرف شد و شفا یافت. غروب آن روز مردم تمام مریضان خود را نزد عیسی آوردند. او نیز بر هر یکشان دست گذاشت و آنها را شفا بخشید. روح‌های پلید نیز به فرمان عیسی فریادکنان خارج می‌شدند و می‌گفتند: تو پسر خدا هستی. اما او ارواح پلید را آرام می‌کرد و نمی‌گذاشت چیزی بگویند، چون می‌دانست که او مسیح وعده شده است. عیسی نمیخواست که ارواح پلید درباره او شهادت بدن. این فرشتگان بعد انگامی که آسمان و زمین به کلام او ساخته میشد شاید اقتدار و قدرت او بودن. وقتی روزی را به یاد میارن که از آسمان بیرونشان انداخت، از ترس میلرزیدن. اکنون او مانند انسان در روی زمین زندگی میکرد. پادشاه جلال به قلمرو آنها عمله کرد و سلطه سرپرستی شیطان در حال نابود شدن بود. عیسی هر آن جایی که می رفت قدرت شیطان ضعیف‌تر می شد. عیسی همراه با معجزاتش یک پیام داشت: زمان موعود فرا رسیده است. به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید.